Oh 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 oh. به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و باشین شاگردای عزیز گرامی صنف نهم و مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدیم. خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی صنف نهم رو فصل چندم هستیم فصل پنجم افاده های الجبری و درس پنجم ما و شماست امروز اما درس که امروز ما و شما میخوانیم چی است کوچکترین مضرب مشترک یا ک میم میم درست است کوچکترین مضرب مشترک که ما در رابطه با اعداد را خواندیم در صنف 7 8 بود بگمانم صحیح است در صنف 7 8 بود خواندیم کوچکترین مضرب مشترک همون چی ک میم میم اما ما چی میکنیم ولی این را در رابطه با افاده های الجبری میخوانیم که میمیم یا کوچکترین مضرب مشترک در افاده الجبری چی است درست است و کاربرد خیلی زیادی دارد که یکی از کاربردهاش چی در حل معادلات چی کسری معادلات کسری باشه دفاع الجبری ما شما اگر ما یک چی داشت یا کسر داشته باشیم صورت مخرج چی باشد افاده الجبری یا بگیم چند حد باشد به با اون میگیم افاده الجبری ناطق در معادلات ناطق ما میتونیم چی کار کنیم از این روش استفاده کنیم اینو باید یاد داشته باشیم تا بتونیم کار کنیم درست است؟ پس کوچکترین مذرب مشترک در رابطه با چه چند حده ها یا افاده های الجبری رو ما میخوایم امروز. درست است؟ خب شاگرده عزیز کارخانی که درس رو باید به با ما روان میکردید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 -255 درست است شاگرده عزیز؟ پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. شاگرد عزیز با ما همراه باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما شما چی است کوچکترین مذرب مشترک پس من نوشته کنم کوچکترین مذرب مشترک دقت کنید شاگرد عزیز رو خیلی از کتاب ها کاف از کوچکترین میگیره سیست میم از مذرب و میم از مشترک میشه که میم میم یا کاف می میم میم سیست خب کوچکترین مزرب مشترک چی است در اعداد خود یاد داشتیم یا تا نست به عنوان مثال دقت کنید چقدر عزیز یک بر چهار جمع سه بر شش به عنوان مثال این شما اگر جمع بسازید باید چیکار کنیم مخرج مساوی است میگیم نه خیر مخرج مساوی نیست باید مخرج مساوی بسازیم دیگه درست است مخرج مشترک بگیریم خب چیکار میکنیم چرا گرد عزیز مخرج مشترک از یا چند است باید چی کنیم گفتیم باید یک کار کنیم که مخرج مساوی باشد ما میتونیم میار تبدیل بشه کنیم گفتیم 6 میتونید در این ضرب کنید و 4 در اون 6 ضرب کنید خیلی یاد دارید نه این ضرب در 6 میسازید و این ای ای هم ضرب در 6 این ضرب در چند ضرب در 4 صحیح است هم ضرب در 4 جواب چند میشه جواب میشه چند 6 4 24 سایست. یک ششت شش جمع در اینجا شش چارت بیسه چار سه چارت دوازده خب باز مخرج مساوی است با هم جمع میکنیم یک تا از مخرج مساوی نوشته میکنیم 6 و دوازده میشه 18 میشه 18 بر 24 صحیح ولی بهتر است رو به این شکل کار کنیم شاگرد عزیز دقت کنید یک بر چهار جمع 3 بر شش 24 یک تا چی است مضرب مشترک از هر است هم 24 هم به 6 تقسیم میشه هم به 4 تقسیم میشه به اون خاطر میگیم چی 24 مضرب مشترک است اما ما کوچکترین نیست ما کوچکترین مضرب مشترک کار داریم یعنی بین 4 و 6 کوچکترین مضرب مشترکش چند است 12 است صحیح است یعنی 12 مضرب مشترک مضرب 6 هم است مضرب 4 هم است و بینشون مشترک است دیگه به اون خاطر و کوچکترین هم هست میشه کوچکترین مضرب مشترک و بهتر است ما یرا به 12 تبدیل کنیم صحیح است نه که به 24 به 12 تبدیل کنیم من این ضرب در 3 میسازم میشه 12 این ضرب در 2 بسازم می میشه 12 صحیح است مخارج مساوی میشه پس این هم ضرب در 3 و این هم ضرب در 2 چی میشه 4 3 12 1 3 3 جمع 6 2 12 سه دو شش حالی جمع می‌سازیم، یک تا از دوازده رو نویشته میکنیم سه جمع شش میشه نو نوی بر دوازده خب دو این هم جواب از چند شده جواب از دقت کنید 18 بر 24 صحیح است خب بازی رو باید اختصار کنیم 18 بر 24 به دو اختصار بسازید 18 به دو میشه 9 24 دو میشه 12 دقیقا همین میشه پس اگر ما چی کنیم که می, می مخرجا داشته باشیم میتونیم دیگه در آخر اختصار نداریم دیگه نیاز به اختصار نیست جواب آخر کشیدیم صحیح پس بهتر است که میمیم را رو پیدا کنیم در اعداد خیاط داریم درست است اما در چی افاده های الجبری در چند حده حد ها ما و شما اگر داشته باشیم که چی داشته باشیم کس داشته باشیم که مخرج افاده الجبری باشد چند حده حد باشد که بخوایم مخرج مشترک بسازیم مخرج مشترک بگیریم بهتر است که بگیریم در اعداد زیاد فرق نمی کنه. در اعداد ما 24 میگیریم و آخر اختصار میتاریم اما در افاده الجبری یا چند حده حد ها ما اختصار کردن به آسانی نیست پس بهتر است ما که میمیم بگیریم صحیح پس که میبینیم ما 100 فیصد چی است نیاز داریم خب پس شاگرد عزیز دقت کنید در اعداد زیاد فرق نمیکنه که مخرج مشترکت که میمیم بگیریم بهتر است ولی اگر نگیریم فرق نمیده در آخر میتونیم اختصار کنیم ولی در افاده های الجبری که میمیم بسیار مهم است پس ما و شما باید بتونیم اگر چند تا افاده الجبری یا بهتر بگیم متحرچی چند حد یا پولینوم سیست چون افاده الجبری یا تا نست ما و شما به سه دیسته تقسیم کردیم ها ناطق غیر ناطق گفتیم ناطق و غیر ناطق در سنف بعد میخوانیم بخیر پس فعلا چیزی که ما شما افاده الجبری میگه منظور ما چی؟ ما شما چی است همون چند حد یا پولینوم هاست درست است خب شاگرد عزیز پس ما یک مثال کار میکنم عنوان مثال چار اکس مربع و یک تا چی هست؟ یک, یک حد دست نگه نه؟ حالا میگیم چند حد پولینوم است. دیگه چی؟ اکس مربع منفی یک و دو اکس جمع دو سه تا چی داریم؟ سه تا افاده الجبری داریم، سه تا چند حد داریم یا سه تا پولینوم داریم حالا با ما شما گفته که کوچکترین مذرب مشترک یا را دریافت کن من روش رو بر نوشتن میکنم، برای با کار میکنم که دریافت کنیم پس به روش دریافت کوچکترین از روش مشترک یا کمیمیم میگیم که ابتدا دقت کنید ابتدا افاده ها را تجزیه میکنیم شاگره در این دقت کنید ابتدا افاده ها را تجزیه میکنیم پس تجزیه رو فهمیدین یا تا که درسای گذشته تجزیه رو خوندیم تجزیه یا فاکتورگیریست یا مطابقت هاست ما و شما چند چهار مطابقت فعلا خواندیم دو تا دسته هشت دو تا هم مثال خوندیم درست است پس ما از کمک میگیریم و میتونیم چی کنیم تجزیه کنیم خب حالا که تجزیه کنیم چی میکنیم چی نوشته میکنیم میگیم که سپس ضرب سپس کوچکترین مشترک کوچکترین مذربه. مشترک از ضرب دقت کنید ضرب عامل های مشترک با بیشترین توان مشترک با بلندترین توان یا بیشترین توان یا بلندترین نمیشه بیشترین فرق نمی کنه با بلندترین توان در عامل های غیر مشترک دریافت می شود در عامل های غیر مشترک دریافت می شود پس دقت کن شاگرد عزیز این رای, رای چی دریافت که میم چی افاده الجبری پس گفتیم ابتدا افاده الجبری رو تجزیه می کنیم پس یار ما باید تجزیه کنیم صحیح خب حالی که تجزیه کنیم بعد چی میگم؟ سپس کوچکترین مزرع مشترک چی میشه از ضرب عامل های مشترک با بلندترین توان سیست با بلندترین است با بلندترین توان و در عامل های غیر مشترک دریافت می شود من این کار میکنم تا بفهمیم چرا از دقت کنید ما باید یار تجزیه کنم 4x مربع رو ما میتونیم تجزیه کنیم 4x مربع خب شاگرد عزیز خب ایکس مربع که تجربه میشه ایکس زب در ایکس مربع است که فرق نمیکنه اما چار چار رو میتونم به نشته کنم دو دو, دو به توان دو یا دو مربع است پس این میتونم نشته کنم دو مربع ایکس مربع پس این کردیم کار نداریم اما ایکس مربع منفی اگر من تجزیه کنم شاگرد عزیز این کدام مطابقت است این فاکتور یا مطابقت مطابقت است این دسین 8 مطابقت چی است مطابقت مزدوج فرمولش به این شک بوتش از دقت کنید ای مربع منفی B مربع چی نشود می شود A مثبت B در A منفی B A مربع منفی B دقت کنید برایش منفی است X مربع منفی خب یک مربع نداره خب ما میتونیم به یک خودمون مربع بونیم چون یک مربع یک میشه فرق نمی کنه درست است پس X مربع منفی یک مربع A ما شما 1 است B ما شما یک است پس میشه X جمع یک X منفی 1 پس به شکل تبدیل میشه X جمع یک در ایکس منفی ایکس است پس این مربع را ما خود میتونم بانم خب شاگرد عزیز پس ما افاده دوم تجزیه کردم پس شده ایکس جمع یک در ایکس منفی یک افاده اول افاده افاده آخر افاده آخر چی است دو ایکس جمع دو خب این کدام است این چه رقم تجزیه کنم شاگرد عزیز این ای مطابقت است میگیم نه خیر ما چنین مطابقتی نداشتیم صحیح است چی است ای فاکتور گیری از چی میتونم فاکتور بگیرم دقت کن شاگرد عزیز یعنی دو چی بوده ای دو ایکس بوده دو ای زب در ایکس بوده صحیح است چی بوده ای دو ای زب در یک میتونم نشتا کنم دو زب در یک دو میشه دیگه صحیح است چی مشترک است دو یک تا از دوار فاکتور میگیرم یا مشترک میگیرم دو خب از اول دوش بکشه چی میمونه x میمونه آفرین از دوم دوش بکشه یک میمونه الان بین شب مثبت است پس میشه مثبت یک صحیح است شاگرد عزیز پس من اینو کردم تجزیه کردم خب حالی که یار تجزیه کردم شاید از دقت کنید عامل های از چی هست؟ دو مربع ایکس مربع ای هست ایکس جمع یک ایکس منفی یک ای هست دو توان دو چند است توان داره یک کس دیگه نه دو به توان یک در ایکس ایکس جمع یک خب پس کمیمیم می ما شما چی میشه دقت کن کمیمیم، می می چی است کوچکترین مضرب مشترک کمیمیم می می ما شما چی است خب مساوی است با گفتیم عامل های از ضرب عامل های مشترک با بلندترین توان مشترک بینشان چی است یک تا دو با دو داریم به توان دو یک تا دو به توان یک است دو دو این دو است دیگه شاگرد عزیز درست است دو به توان یک میشه توان نظر توانش یک است خب بین از هر دو کدام میگیریم بلندترین توان دو به توان دو رو باید بگیریم پس دو به توان دو رو نوشته میکنیم سایز دو به توان دو چی میشه بین از هر دو ما بلندترین توان گرفتیم خب دیگه چه مشترک است دیگه مشترک x جمع یک با x جمع یک مشترک است توان از این چند است توان از این یک است ای قوس توان است توانش یک است پس یک از یار میگیریم بلندترین توان توان از ار دو یک است خب یک بلندترین نستگه. دیگه پس در x جمع یک دقت کن مشترک ها رو دو تاش نوشتن نمیکنیم چاگرد عزیز مشترک ها رو یک تا فقط با بلندترین توان هر دو که تواناش مساوی است یکش نوشتن میکنیم صحیح است خب دیگه گفته در عامل های غیر مشترک غیر مشترک یک x مربع داریم یک تا x منفی یک داریم پس x مربع در x منفی یک پس کوچکترین مضرب مشترک این سه تا افاده رو متونسیم دریافت کنیم شد چی دو به توان دو در اکس جمع یک در اکس مربع در اکس منفی اگر اگر من مرتب منظم نوشته کنم دو به توان دو میشه چهار. این اکس مربع رو اول نوشته میکنم ضرب داره اکس جمع یک در اکس منفی یک تایس شاگرد عزیز پس چی شد یا آخر آخر شد کوچکترین مزرعه مشترک افادایی که ما و شما تونستیم دریافت کنیم پس 4 ایکس مربع در ایکس جمع یک در ایکس منفی یک پس کوچکترین مزرعه مشترک یا که میمیم افادای جبری یا همون چند حد ها رو ما و شما باید بتونیم دریافت کنیم خیلی کاربردهای زیادی دارد درست است خب شاگرد عزیز پس ما تختر پاک میکنیم یک تا مثال دیگه هم از کار میکنیم که دقیق بفهمی چه رقم میشه درست است خب شاگرده عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه کار کنیم مثال بسیار مثال مهمی است دقت کنید پس مثال گفته که کوچکترین مذرب مشترک افاده های مقابل را دریافت کنید راجع به کوچکتر مدار مشترک میتونه که میمی من بگه درست است پس دقت کنید اولین افاده ما و شما چی است 6 x مربع منفی 6 دومی نفاده ما و شما 8 x مربع جمع 4 x جمع با نان مثال 32 سی سیست خب سومی نفاده ما و شما چی است 4x مربع جمع 12x منفی 16 بونانفه. فست، به ما شما داده. 6x مربع منفی 6 8x مربع جمع 4x جمع 32 و 4x و مربع جمع 12x منفی 16. درست است شاگرد عزیز؟ خب به ما شما گفته چیکار کنید؟ کوچکترین مضرب مشترک را دریافت کنید. خب گفتیم باید چیکار کنیم؟ باید بیمه ها را تجزیه کنیم. خب تجزیه کنید. 6 اکس, کن. اکس مربع منفی 6 چی رقم تجزیه میتونیم؟ شاگرد دقت کن. من این رو تجزیه میکنم. 6 اکس مربع منفی 6 من میتونم اول از یک 6 فاکتور بگیرم. صحیح پس از یک شش فاکتور میگیرم. 6 قوس باز میکنم. 6 از زیر به بکشی چند میشه؟ X مربع میمانه. سیست از این شش بکشه ای شش درف شش زب در یک بوده دیگه سیست شش بکشه یک تا یک میمونه الان بینشم چی هست؟ منفی پس منفی یک به شک میشه شش در اکس مربع منفی یک خب آل خود یک مربع منفی یک چرا قمیر میتون تجزیه کنید بله چون چی هست مطابقت مزدوج است زیست عزیز اکس مربع منفی یک مطابقت مزدوج پس چی میشه x مثبت یک X منفی یک پس این با شش به جای شش هم میکنیم دو زب در سه. چون خود شش هم تجزیه میشه 6 دو ضرب در سه میشه دو ضرب در سه ضرب در اکس منفی یک در x مثبت یک صحیح پس ما اول تجزیه کردن به این شد دو ضرب در سه ضرب در اکس منفی یک ضرب در مثبت یک پس یه از اول اما از دوم دوم هم اینجا تجزیه میکنم چون جای نیست اینجا تجزیه میکنم خب شاگرده عزیز 8 مربع x جمع, جمع کدام از کدام میشه؟ میشه مطابقت میشه؟ ما اول میم چی میکنیم عزیز دقت کنید مطابقت یک حد مشترک شکل هستید بچی به متوال یک حد مشترک میخوره اما یک حد مشترک ضرب ایکس مربع باید یک باشد اش نباید باشد پس من میتونم دقت کنید اگه اعداد دقت کنید ای هم سی هست سی یعنی از یک 8 ما میتونم فکتور بگیرم پس من از یک اشت فکتور میگیرم قوس باز میکنیم 8 اول بکش مربع میمانه از دومی چی بوده؟ چل بوده در 5 است. 8 میمانه پس میشه مثبت 5x صحیح خب سی دو چی بوده خود سی و دو ما نوشته کنیم چه نوشته میکنم دقت میشه که عزیز نوشته میکنم 8 ضرب در 5 صحیح 8 کشیدیم شده 5x ش مونده سی و دو چی نوشته میکنم سی و دو نوشته میکنم 8 ضرب در 4 چون 4 8 چی میشه 32 میشه 8 بکشید چند میونه یک تا 4 بینش مثبت است مثبت 4 صحیح تا اینجا بهش اختصار کردیم خب عالی شاگرد عزیز x مربع جمع 5x جمع 4 داخل قوس خودش یافت مطابقت یک حده مشترک درس قبلی ما شما درس قبلی نه در قبلیش خوانده بودیم نه دو درس قبل خب. یعنی باید ما و شما زیر دو تا خط میکشیدیم میگفتیم دو عدد پیدا کو ضرب شوه 4 جمع شوه 5 چند میشه یک و چهار آفرید یک و 4 صحیح یک چهارت 4 جمعشم چی میشه اردوش مثبت یک چهار 4 مثبت در مثبت مثبت جمع اردام میشه 5 پس چی میشه پس این به شکل تبدیل میشه پس این میشه 8 در x با نیر کمی پوینتر نوشته کنم شاگرد عزیز پس این 8 خودش این مساوی بود در اینجا نوشته میکنم 8 خب x 6 مشتری حد مشترک ما و شما X است اما غیر مشترک یک, یک 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 تا هم گفتیم 4 بس مثبت یک و مثبت 4 صحیح پس ما یه چس دو دوم تجزیه کردیم شد 8 در X جمع یک در X جمع 4 که باز شاگرد عزیز من در اینجا آخر نشته میکنم خود 8 رو باز میتونم چه نشته کنم باز نوشته کنم, کنم دیگه چی کنم خود 8 دو به توان نوشته کنم شاگرد عزیز 8 میتونم در 2 ضرب در 2 کنم پس 8 میکنم دو به سه درست است. پس به شکل شد اولی ما شما شد دو داره داره اکس زب در سه زب در منفی زب در جمع یک و دومی ما شما شد دو به توان سه در جمع یک در جمع چهار صحیح است خب اما سومی سه سومی سه باز دوباره شاگرد عزیز باز 4 ایکس مربع جمع 12 ایکس منفی 16 آفرین او که گفتن از یک چهار فاکتور بگیر چون چه هم داره 4 داره هم 4 داره 3 پس, پس از یک چهار از یک چهار فاکتور میگیرم پس از این دوازده چی بوده؟ دوازده بوده چار زبدر سه چار زبدر سه چار بکشم سه اکس میمانه مثبت سه ایکس این چی بوده؟ بوده چار زبدر چار یک تا بکشم چار فقط میمانه سه است؟ پس میشه منف چار خب شاگرد عزیز باز داخل قوس چی هست؟ مطابقت یک حد مشترک است ما دو عدد پیدا گذر بشه و منفی چار جمع و مثبت سه صحیح چند چند چهار میشه دو دو چهار میشه یک چهارم هم چهار میشه کدامش دو دو رو چک کنیم دو 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 چهار علامش منفی پس یک مثبت یک منفی پس ضربه یا چی باشه باید جمعش میشه صفر پس سه نمیشه پس دو دو غلط است پس چی را میگیریم یک و چهار میگیریم پس یک توش. یک از یکیش چهار است ضرب شده منفی یک از بود منفی بونیم کدوم منفی بانیم؟ آفرین یک باید منفی بانیم چرا پس چهار مثبت چون میشه یک چار چار منفی در مثبت منفی جمع اردو هم علامه نیستن کم میشه علامه عدد کلانتر چار و سه چار یک کم شو میشه سه چار چون بزرگتر است پس علامه مثبت است اگر ما شما چار منفی به چار میداد میشه منفی که غلط بود اینجا مثبت سه است پس عدد را سعی گرفتیم پس به چک میشه خب خود چارم چی میتونیم نوشته کنیم آفرین دو به توان دو دو به توان دو در میشه؟ میشه x منفی یک x منفی یک در x مثبت 4 دقت کن حد مشترک ما و شما است خب این ای اولی منفی 1 دومی هم مثبت 4 مانده خب پس یار تجزیه کردیم اولی تجزیه کردم چی شد شد دو ضرب در سه ضرب در x منفی 1 ضرب در x جمع 1 دومی تجزیه چی شد آخر آخر دو به توان 3 ضرب در x جمع 1 ضرب در اکس جمع 4 و تجزیه دو به توان 2 دو است دو به توان 2 در x منفی در x جمع 4 خب گفتیم که میمی چی میشه کوچکترین مشترک میم میم صحیح؟ چی بود شاگرد عزیز ضرب عامل های مشترک با بلندترین توان ببینید اول اعداد رو ببینیم یک دو به توان سه داریم یک دو به توان دو داریم یک دو به توان یک داریم بلندترین چند است آفرین دو به توان سه پس دو به توان سه نوشته می داره خب دیگه اعداد غیر مشترک چی داریم یک تا سه داریم دیگه نداریم پس سه هم غیر مشترک است دیگه خب حالا از از جبريش ببین کدوم مشترک است x منفی 1 جمع یک x جمع یک مشترک است یک تاش نوشتم توان یک است توان یک است دیم x جمع یک نداریم پس x جمع یک, یک، یک تاش نوشتن میکنیم x جمع یک به توان یک یکش نوشتن نمیکنیم پس x جمع خلاص x منفی یک، دیم داره مشترک است دقت کنید دیم x منفی است منفی توانش یک است پس یک تاش نوشتن میکنیم x منفی و دیگه چه x جمع 4 دایی داریم دیگه هم جمع 4 داریم یک تا دا از x جمع 4 رو نوشته میکنیم x جمع 4 صحیح دیگه غیر مشترک دیگه نداریم دیگه نوشته کردیم فقط اکس بود که نوشته کرده بودیم دیگه کلش نوشتیم صحیح پس شاگرد عزیز اینا مگه تصور کنم دو به سه میشه چند 8 سه 8 24 پس جواب آخر ما چی میشه 24 دو سه باز سه 24 جمع 1 در X جمع 1 در x منفی یک و x مثبت چهار و x مثبت چهار پس شاگرده عزیز بیسی چهار در x جمع یک در x منفی یک در x جمع چهار چی شد؟ کوچکترین مزرع مشترک این سه تا افاده ما شما شد. پس شاگرده عزیز کوچکترین مزرع مشترک ما شما دریافت کنیم. گفتیم باید چیکار کنید؟ باید بیاید اول افاده ها را تجزیه کنید. وقتی تا حال تجزیه راهش فاکتورگیری یا مشترک گیری؟ مطابقت ها. ما شما چهار مطابقت خواندیم. چی بود؟ مطابقت مزدوج، در سال هشتم خواندیم در سال قبل سایست مطابقت یک حد چی بود مطابقت مربع دو حد و مطابقت مزاید در, سال قبل خواندیم اما دو مطابقت که ما شما سال خواندیم مطابقت یک حد مشترک یا یک حد مشترک دو عدد پیدا که بشه شوه یک عدد آخر جمع شود عدد وسط سایست و یک تا مطابقت دیگه هم خواندیم مطابقت مجموع و تفاضل مکعبات که دهی نامده ده اما در کارخانه که ما شما وازی داریم باید رو یاد داشته باش تا دا بتونی تجزیه کنی درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز من تختار پاک میکنم خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما شما خوانده من ما تیک مارک میکنم کوچکتر مذهب مشترک و کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 138 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان درس پنجم از فصل پنجم خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان می سپارم